کنفرانس جالبی بود. راستی سیمان، من تو مبحث تنگیه در چه نیترال یکی دو تا اشکال دارم. اگه میشه قبل از امتحانات روش کار کنیم. هفته دیگه یه شب بیا خونه با هم میخوریم. اگه میتونی تو بیا خونه، چون مامان دوباره ناراحتی قلبش عود کرده، میترسم تنهاش بذاره. مگه تو ازش مواظبت نکردی؟ چرا؟ ولی تو که مامان رو میشناسی، حرف جوونا رو قبول نداری. حتی اگه حرف منو دکتر باشه. ببین چطوره این دفعه تو بیمارستان منو علی بستری شد. من وقتی تو فکرشم. ولی خودت که میدونی مامان بعد از فوت بابا از بیمارستان خیلی وحشت. آره میدونم. سه ماه نقشه میکشی که سر امتحان چطوری جزوه از من بگیر و تقلب کنه. سر جلسه تو میری چنان عرقی به این نشسته بود، به هر جون کم بود جزوه رو بهش دادم. یه هم ممتنه رسید داشتم میمورم امسالم ردش کرد. اجایی بسه ما اگه درس میکن حتما قبول بکن مسلم بسه. آره جونه تو قربونه تو سلام سلام بشه. امروز هم که غیبت کردی نه خدا حافظ قربان تو بسه بعد هم میبینم. امشب هم نمیرسیم به موقع به پارتی بریم. سیما جون یه خورده تون کرد قربونه. چطوری کامران؟ مرسی. لیلی، کامرانی که میشناسی؟ آره. پس تو نمیتونی با ما بیای لیلی؟ نه. شب جمعه میری خونه چیکار؟ حالا با ماش بهتر شد. آه، باز همون قلبشه. آره، چند روز شدت پیدا کرده. تو پس اول تو رو میرسونی. کار تو واجب‌تر. نه، نمیخواد علی جون، شما ها دیرتون میشه. من خودم میرم. دیگه تعارف نکن. سیگار داری؟ چیه؟ باز اونو دیدی؟ دیگه بس که کامران به تو خیلی توجه داره، هیچ دقت کردی؟ آره، اتفاقا اون شب منم تو مهمونی متوجه شدم. من متوجه نشدم. چرا اینقدر بی‌توجهی؟ بالاخره کی میخوای متوجه نگاه پسرا بشی؟ عجله ای ندارم. عجله ای ندارم؟ چیه جونم؟ تو فقط همینو بلدی بگی. آخه ما میخوایم سلیقه تو رو هم بفهمیم. بالاتر از همه اینا. میخوایم یه جشن عروسی بیافتیم. پس شما فقط به فکر خودتونی. برای من فعلا کار و درس مهمتره. شما ها باید عروسی کنین که دو سال نام زدین. بله خب بله اون روز هم میرسه. ولی راستش من برای تو نگرانم. میدونم تنهایی چقدر ناراحت کننده است. ولی من ناراحت نیستم. وقتی تو این حرفو میزنی من به این فکر میافتم که نکنه از مردم میترسی. نه علی جون من از مردم نمیترسم. پدر منو که یادتی میدونی که چه مرد فهمیده و روشن فکری. با من و مامان و مردم دور و برش چه رفتار محبت آمیز و خوبی داشت. من مرد اونجوری شناختم. تو خودت فکرشو بکن. آشنا شدم با یه مرد ایدئال جدن کار مشکلیه و منظور بیشتر پسرام که از آشنایی با دخترها معلومه. بنابراین من باید تو این دنیا خیلی مواظب به خودم باشم. مگه قول ندادی اینقدر تون ندی؟ هنوز عروسی نکرده چقدر دستور میدی؟ تو که خودت میدونی من چقدر مواظبم. چه جوری برم دیگه؟ ولی اگه یه مطبه یکی به پریجلو چیکار میکنی؟ خیالت راحت باشه سیما، این وقت شب پرندم این برا پر نمیزنه. در ضمن پارتیش هم دیر شده آخه. ما وامیستیم. نه، شما ممکنه دیرتون بشه چون خیلی طول بکشه. این دو قدم دیگه چیزی نیست، خودم میرم. خیلی خوب باشه. خداحافظ. این دختره رو دیدی پیاده شد رفت تو دواخونه؟ به، بابا موتور از عرق فروشی آوردینت بیرون بریم. عشق، عشق خودمونم که خراب کردی. میرم یکی دو تا از اون گوز چوشی ها بگیرم.
میکنه. اینا کمچه گاز نده خفه میکنه. بفرمایید، امری داشتید؟ دو تا از اون قرص جوشی ها میخوام. حضرت آقا، اگه ممکنه زودتر. چی شده آقا؟ ماشین افتاده تو چاله، در نمیاد. شما سوارشین روشن کنین، من پشت ماشینتونو بلند میکنم. خدا عمرتون بده. کجا بودی تا این وقت شب؟ ننه کو؟ دیدم تو دیر کردی، اونم بچه هاش منتظرن فرستادنش خونه. شام منتظرت بودم. شب بخیر. Thank you.
لیلی، بیدار نمیشی؟ بیدارم. ساعت 8:30 مگه صبحونه نمیخوری؟ میخورم. امروز خونه دایی دعوت داریم، زودتر بلند شو میخواییم بریم. شما که حال نداریم، چرا میخواییم بریم مهمونی؟ من هیچیم نیست، بهتره به جای این حرفا زودتر حاضر بشی. Thank you.
بلی، دیشب چراغ آشپزخونه روشن گذاشته بودی. حتما یادم رفته، خاموش کن. دیشب با سیما و علی بیرون رفته بودی؟ نه، جایی نرفتم. لیلی چته؟ پس چرا اینقدر ساکتی؟ خواهش میکنم ماما، چرا اینقدر از من بازجویی میکنی؟ بازجویی؟ خودت همیشه به من میگفتی کجا رفتی. من کی ازت بازجویی کردم؟ معذرت میخوام ماما، این روزا درسام میخورده سنگینه، گاهی وقتا اصلا نمیفهمم چی دارم. عطسه میکنی؟ آب سرد برات خوب نیست؟ لیلی، میتونی لباس سبزی منو اوتو کنی؟ کجا میخوای بری؟ ایوا، خونه دایید مگه یادت رفت؟ قراره جعفر آقا بیاد دنبالمون. راستش ماما، من خیلی خستم، بهتر خونه بمونم. ولی دایید از دو هفته پیش دعوتمون کرده، خوب نیست تو نیا. خیلی خوب، شما از قول من ازشون معذرت بخوام. در بیمارستان هستین این موضوع رو امتحان کنین و هفته آینده درباره نتیجه‌ای که گرفتین بحث می‌کنیم. در ضمن اگه سوالی دارین یادداشت کنین، همون روز مطرح می‌کنیم. چی کار میکنی لیلی؟ هیچی. لیلی امروز دیر اومدی. تو بیمارستان معطل شدی. داشتی دفتر تو خطخطی میکردی. تونستی نوت برداری؟ هی که نتونستم. همش تو فکر کارهای علی هم. اصلا نمیدونم چی میخوام. اگه بدونی پریشب تو مهمونی چی کار میکرد، مرتب با مینا که تازه از فرشی طلاق گرفته میرفتی. منم اونقدر عصبانی شدم که از کامران خواهش کردم منو برسونه خونه. مگه کامران هم اومده؟ آره بعدن اومد، ولی همش سراغ تو رو میگرفت. کاش که اومده بودی. آره کاش که اومده. پس صحبت های اون شب تو ماشین اثر خود چه کرده؟ نه همینطوری گفتم. بچه ها بریم تریا. چطوری لیلی؟ من حالم خوب نیست. چرا؟ مثل اینکه سرما خوردم. امشب هم کشیک دارم، بهتره برم خونه. بیا بریم بابا، یه چایی که میتونی بخوری. چایی که چی؟ راست میگه. بیا لیلی. راستی سیما، من با یه دختری راجع به پیوند قلب حیوانات صحبت میکردیم، خیلی وارده. تو با دخترها راجع به درس حرف میزنی؟ سیما تو حتما به خودت شک داری. من هر کاری رو جلوی روی تو میکنم. آره و همه چیزو بهت میگم. مثل خیلی ها دوزکی کاری نمیکنم و هیچ وقت به خاطر کاری یا چیزی به دروغ نمیگم. خودت بگو تو حالا به تو دروغ گفتم؟ بگو چه جوری؟ راستی لیلی جون، مامانت چطوره؟ بهتره. ازش مواظبت که میکنه؟ تو که مامانو میشناسی. ممکنه باور نکنی، ولی همش از مردم مهمه. دوستان و بسیار عزیزم سلام. سلام. حالتون چطوره؟ همین گوشه و کنارا خانم. چون دارم دنبالت میگردم. باریکلا، از کی تلا ما اینقدر مهم شدیم که جنابالی دنبال ما میگردیم؟ یه خبر خوش برادرم. برادرم از آمریکا میاد. چی؟ راست میگی؟ که؟ آره، تا آخر این هفته. پس حتما باید بریم. حتما. آره دست جمعی میریم. الان 6 سال میشه که عمرشون ندیدم. میدونین بچه یادم شب آخری که از ایرون میرفت گفتی که بر نمیگرده، ولی باهاش شرط بستم که بعد از چند سال بر میگرده. بالاخره همونطور شد که من گفتم. تو نامه آخرش نوشته که با یه دختر پولدار آمریکایی نامزد کرده. دو ماه پیش با هم ازدواج کردن. قراره با هم بیان ایرون. بیان ایرون با هم؟ آره چطور مگه؟
کلک بالاخره با لیندا ازدواج کرده. خب دیگه الان 5 سال همدیگه رو میشناسن. کیومرث هم درس سینماشو تموم کرده بود، میخواست بیاد ایرون. داره، میدونی دخترک باباش میلیونره. 7-8 تا چای نفت داره. البته پدر سیمام 7-8 تا نه، 5-6 تا چای آب داره. خیلی بامزه بود. کجایی؟ همه جاش خندیده. تو دیگه خیلی بیمزه شدی. 15 تولدم است که کیومرث و لیندا دعوت کن بیاد. حتما. کی میشه؟ این شب جمعه، نه شب جمعه دیگه. باشه. لیلی چته؟ خیلی ساکتی. خستم. شما ها توی این رشته پزشکی چیکار میکنید که اینقدر خسته اید؟ من هر وقت از علی احوال پرسی میکنم صحبت خستگیشو میکنم. هفته 6 روز صبح تو بیمارستان کار میکنیم، هفته 3 روزم بعد از ظهر کلاس داریم، هفته 2 شبم شبا تو بیمارستان کشیک داریم، به اضافه درس و مطالعه، مهمونی و گردش و سینما و تفریح و از این چیزا. نه 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 چی میخورید؟ نه مرسی بچه، فعلا خدافیز. من باید کجا به این زودی؟ کار دارم، گفتم که شبم کشیک دارم، میخوام استراحت کنم. باشه، خیلی خوب، سلامت. خدافیز بچه. خدافیز. گوش کن، پس دیگه کتاب نخون، همینجور زود برو تو رخت خوابت. لیلی دختر عجیبیه، هوشگیرتر از سابق شده. مثل اینکه مادرش ناخوشه، ناراحته. نه، فقط اون نباید باشه. فکر میکنم تنهاییه که ناراحتش میکنه. لیلی 24 سالشه. یه سال دیگه هم دکتر میشه. و تا اونجایی که من یادمه هیچ پسری تا به حال تو زندگیش مطرح نبوده. یه چیز دیگه، لیلی از هر پسری خوشش نمیاد. جدی؟ من فکر میکنم لیلی زیادی سخت میگیره. مهمونی من که یادتونه در حدود 20 تا پسر اونجا بود. این دختر با هیچ کدومشون نرقصید. حتی با من که میزبان بودم. نه بابا، اون شب داشت با اون خانم آقای خارجی صحبت میکرد. به هر حال میدونی منظورم، میخوام بگم لیلی تا کاری رو واقعا نخواد انجام نمیده، از بچگی هم اینطور بوده. ولی مثل اینکه حرفای اون شب تو ماشین بهش اثر کرده، امروز نگاه عجیبی به فکر نمی کنم اثر حرفای اون شب باشه. اون به این آسونی تحت تاثیر قرار نمیگیره. سلام خانم. سلام. چند تا آنتی بیوتیک و ویتامین سی میخواستم. راستی امروز صبح یه آقای اومده بود اینجا سراغ شما رو میگرفت. چی گفتی؟ سراغ منو؟ بله، با اصرار عجیبی میخواست اسم و آدرس خانمی رو که پریشب آخر وقت اومده بود اینجا بهش بدم. شما از کجا میدونین که منظورش منم؟ شما تنها خانمی بودید که آخر وقت پریشب اومدید اینجا. خب شما معلومه که بهش نگفتم لیلی خانم، اما خواهش کرد که شماره تلفنش رو به شما بدم. اسمش رو نگفت ولی گفت فقط خودش به این تلفن جواب میده. کی ممکنه باشه؟ جوان مؤدبی بود، مثل اینکه موضوع مهمی در میونه، چون خیلی اصرار داشت که حتما بهش تلفن کنی. سرحال بودن، از زور تالام خوابیدن. شیر داری؟ نه خیر، اتفاقا تخم مرغم تموم شده، نونم باید بگیرم. قربونت، یه چای داغ بده من با قرصم بخورم. خدا بعد نده لیلی خانم، چتونه؟ هیچی، سرما خورد. امشب کشیک نداری؟ چرا، باید برم. خانم با این حالشون تنها میمونن. نه خاله جون، امشب میاد اینجا، چند روز اینجا هست. سلام
این کتابیه که خواسته بودید خانم. متشکرم. فردا بهتون پس. اشکالی نداره. شب بیمار سیزوریانی عمل شد؟ نه خیر، تازه میخوان عملش کنن. خیلی اصرار داشت که اصلا بهش تلفن کنی. همش هفت ماز عروسی کرده. جای شکرش باقیه که عروسی کردی. اونا رو بگو که بدبخت کرده. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. تونستین استفاده کنی؟ تا حدی، چون دیشب سر ما خیلی شلوغ بود. خدا حافظ. خدا حافظ. الو. الو. خیلی اصرار داشت که حتما بهش تلفن کنی. باید لیلی باشه. تفلکی کارش خیلی سنگینه. دیشب رفته بیمارستان، حالا داره میاد خونه. چی بگم والا، دکتر شدن کار آسونی نیست. ولی خب این چند سالشو گذرونده، یه سال دیگه‌ش هم به امید خدا میگذره. آره. سلام خاله جون. سلام خاله جون. ماشاءالله چقدر خوشگل شدی. خب بالاخره کی میخوای این دختر ما رو عروس بکنی؟ میبخشیم بهتون زحمت دادم. ما این حرفا چیه دخترم؟ مامان حالتون چطورم؟ از دست این تنگی نفس مادر. دیشب تا حالا که من اومدم پیشش خیلی بهتره. خب مامان الان دیگه دوایی نداریم بخوریم؟ نه دیگه. خاله جون ممکنه بیاییم اونجا؟ آره عزیزم. لیلی جون، بچه ها پریروز خونه دایید سراغتو میگرفتن. آخه جمعه خیلی کار داشتم. گرفتاری من که یکی دوتا نیست. میدونم دخترم، این روزا همه گرفتارن. خاله جون، میخواستم بیاییم کمک کنیم، مامونو مجبور کنیم تا وقتی که ناراحتیش کاملا رفت نشده تو بیمارستان بستری بشه. من خیلی باهاش صحبت کردم، ولی خودت که میدونی بعد از فوت اون خدا بیامرد مادرت از مریضخونه خیلی وحشت داره. برای دیروز جدن معذرت میخوام. علی منو برد خونه یکی از دوستاش. شما هم که تلفن ندارین آدم بتونه باهاتون تماس بگیره. اشکالی نداره. خب کی میخوای اون درس رو با هم بخونیم؟ کدوم درس؟ حواست کجاست؟ خودت اون شب گفتی تو درس تنگی دریچه میترال اشکال داری. آها آها، باشه یه وقت دیگه. فردا شب من و علی کشیک داریم. چهارشنبه شبم که تو کشیک داری. تو این هفته فقط میمونه همین امشب. امروز چهارشنبه است. چی تلیلی، مثل که روزهای هفته یادت رفته. هفته هفت روزه. امروزم دوشنبه 5 بهمن. باشه، چون خاله جون پیش مامانه میتونم از بیاد کنم. خیلی خوب، شاید علی هم موضوع رو نمیدونه. پس چرا بهش نمیگی دوستش داره؟ خوب دیگه، فکر میکنم اینطوری اونو همیشه برای خودم دارم و چون از احساسات من خبر نداره، خب همیشه مشتاقه که بده. ولی کارت خیلی احمقانه است. صفی چنده؟ صف کن، الان پیداش میکنم.
چطوره؟ سیما تلفن کرد گفت منتظرش باش، الان میاد. پس تو اتاقش منتظرش باش. هر جور میلته. شماره اونجا معذرت میخوام، این شماره رو دکتر داروساز به من بزده، من حتما باید به این شماره تلفن کنم چون یه امر حیاتی. بله، اون تنها راهی بود که میتونستم با شما تماس بگیرم. برای چی خواستی من با شما تماس بگیرم؟ برای موضوع اون شب. شما کی هستی؟ راستش من میخوام راجع به اون جریان، اون پیش آمد، هرچی که میخواید اسمشو بزنید. من خودم هم نمیدونم میشم چرا اونطور شد. حالا شاید شما منو گناهکار بدونید، ولی من خودم رو واقعا مقصر نمیدونم. پس مقصر کی؟ دختری که اون شب دیر وقت از اون محل رد میشده. ببینید، من نمیدونم چرا عامل مقصر بود. وجود یه زن در اون شب سرد، تنهایی یه مرد و یا حرفای وسوسه انگیز اون مردی که دوا خونه میدیده میشه. من این حرفا رو نمیفهمم. به هر حال شما مقصری. شاید بتونین با این دلایل خودتون رو گول بزنین، ولی نمیتونین خودتون رو تبرئه بکنین. نه اشتباه نکنین. درسته که من از اون عوامل حرف زدم، ولی وقتی به خودم اومدم مثل این بود که تازه از یک کابوس وحشتناک بیدار شدم. ولی متاسفانه کابوس نبود. خودت میدونی که حقیقت داری. اگه غیر از این بود نمیخواستی با من تماس بگیری. بله درسته، حقیقت داری، ولی من بیشتر میخواستم بدونم شما کی هستی. چون تو تاریکی که همدیگر رو ندیدی شما کی هستید؟ حتما شما هم کنشگاه میدونید من کی هستید؟ باورم نمیشه. مگه تو حرفای منو؟ حرفای هر دوتون. چه این اتفاق افتاده؟ اون کیه؟ به من که میتونی بگی؟ من داشتم میومدم پیشت، ولی همچی که خواستم درو باز کنم شنیدم داری به یکی میگی یه امر حیاتیه. این بود که کنجکاو شدم، بی اختیار گوشی تلفن رو برداشتم. حرفایی رو که میشنیدم باور نمیکردم. چی شده لیلی؟ حرف بزن. باورم نمیشه. علی، ازت خواهش میکنم کسی از این جریان، حتی سیما. این چه حرفیه میزنی؟ تو مثل خواهر من، آبروی تو آبروی من. چرا نمره تلفنشو داده بود؟ به چه جرأتی این کارو کردی؟ دلم میخواد تاییدش میکردم و انتقام این عمل وحشیانه رو ازش میگرفتم. انتقام گرفتن که مشکلی رو حل نمیکنی. تو به خاطر تعصب خودت این کارو میخوای بکنی، ولی نتیجه نمیگیری. تازه اگه یه وقت من بچه دار شده باشم چی؟ باید روش فکر کنم.
سلام. 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 بله الان میام. سلام مامان. سلام. مگه صبحونه نمیخوری؟ نه مامان دیرم میشه. خدافیز. صبح خیلی خالص. صبح خیلی. خدافیز. نمیدونم این چند روزه چشه. راستی خانم بالاخره فهمیدید اون آقای چی بود؟ منو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته بود. مرسی. چی کار کردی؟ نتیجه ای نگرفتم. نمیدونم چی کار بکنم. لیلی اتفاقی که افتاده فقط مواظب باش از چاله تو چاله نیفتی. عجیبه اون بدون این که منو ببینه یا بشناسه این بلا رو سرم آورده. چی هرچی فکر میکنم برای چی این کارو کرده نمیتونم بفهمم. علی واقعا راست میگو. آره فکر میکنم راست میگو مگر نه دلیلی نداره شماره تلفنشو در اختیار تو بذاره. کاملا بی اراده بود. آره امکانش هست. میدونی درد و ناراحتی ها گاهی میتونن اراده و عقل آدم ازش بگیرن. تو میگی باز بهش تلفن بزنم؟ اگه خواست تو رو ببینه چی؟ نه من که نمیتونم ببینم. خب پس چرا بهش تلفن بزنی؟ بهت که گفتم خودم هم نمیدونم چی کار بکنم. من یه جور دیگه فکر میکنی کاری که برای ایشون غلط بوده ممکنه الان برای من درست باشه. من؟ این بحثیه که هممون با پدر مادرامون داریم. من با پدرم این بحثا رو نداشتم. ولی مامان عجیب. بقیده من همونطوری که ما انتظار داریم بچه‌ها مطابق میل ما عمل بکنن. ما هم باید زمان بچه‌ها رو درک کنیم. واقعا همینطوره. این نکته که باید در مورد بچه‌هامون رعایت بشه. مگه خبریه؟ نه، فعلا که نامزدی. ببخشید. خواهش می‌کنم. ببخشید. خواهش دوستم قشنگ زده. خیلی ممنون.
این رفیق ما رو ندیدی؟ نه. کجا قیمش دارم؟ چند تا از مهمونا هنوز نیومده. تو این وقت دیگه نمیام. والله نمیدونم، شاید هم بیان. عذر میخوام. مهم نیست. بفرمایید. مرسی. پیش نمیدونستم که یعنی موزیکم هستی. از تو سربازی شروع شد. یادش بخیر. سربازی خوش گذشت؟ آره. آره خیلی جالب بود. ببینم، برای چی نپرسیدی چطور بود؟ پرسیدی خوش گذشت. چه فرقی داره؟ چطور بود یا خوش گذشت؟ در این مورد باید بگی چطور بود. چون یه چیز اجباری و خوش گذشتنش بستگی به شخص داره. خیلی ببخشید، شما خواهر علی هستید؟ نه، اتفاقا همه هم میفکرم. شما هم جزو خانم دکترای این مجلس هستید؟ انشالله تا یه سری بود. در چه نشده؟ هفت سال اول اونمی. نمیدونستم. اون وقت بعدا در چه رشته میخوایی تخصص بگیری؟ من یه سوالی از شما دارم. کنجکاوی شما نسبت به رشته تحصیلی من برای چی؟ میتونی؟ راستش من اصلا راجع به رشته تحصیلی شما کنجکاو نیستم. کنجکاوی من فقط در مورد خود شماست. سلام علی. سلام داریوش، چطوری؟ حالا چطوری؟ خوبم، مرسی. خوبی؟ کیومرث و زنشو که میشناسی، اونم کامرانه. یه دقیقه برو پلی اون. خیلی خوب باشه، میرم. راستی راجع به اون موضوع با کیومرث صحبت کردم. باقیش با خودت. خودم باهاش صحبت کردم. بده. در ضمن این بلیطای فیلم کیومرث یه نقشه برات. باشه. من میرم پیش بچه‌ها. تو برو جمع کن. یه تلفن فوری. نمی‌دونم شاید. بذار از خودش بپرسم. علی میگه چند تا بلیط برای فیلم کیومرث داره. میخواد ببینه دوست داری بیای یا نه. داریوش دعوت کرده. نمیخوای فیلم کیومرث رو ببینی؟ باشه. میام. آره میام. چی؟ راست میگی؟ خب میام. قربونت شم. خداحافظ. مثل اینکه داریوش خجالت کشته تنهایی از تو دعوت کنه. چهار تا بلیط گرفته. به نظر آدم خجالتی نمیاد. راستی برای اون شب چی میپوشی؟ نمیدونم. یه چیزی میپوشم دیگه. دفعه اولیه که با داریوش بیرون میری. بهتر نیست بیشتر به خودت برسی، تو روابطتون تاثیر داره. شرط ماندم زن از مرد امتحان بگیره. گفتم
ولی این انتقام نبود، یه جنایت بود که با سوء تفاهم شروع شد. علی، این چه فیلمی کیومرث درست کرده؟ فیلمه دیگه. مرد کی؟ شوهرش زنه و ناپدری یه دختره. چرا؟ با همین یه فیلم فهمیدم، ولی باید مشکلات رو هم کرد. خب، عادت کردی غیبت کنی. عجیبه، درست حرفای پدرم رو میزنی. نه، جدا میگم، واقعا نباید گول ظاهر مردم رو خورد. شما چند وقت علی رو میشناسید؟ میشه بگی تو چند وقت علی رو میشناسید؟ من والا در حدود... نه، من سوال کردم. 20 سال علی رو میشناسید. چی؟ 20 سال؟ آره، من و علی از بچگی با هم دیگه همبازی بودیم، مثل خواهر و برادر با هم بزرگ شدیم، تا اینکه اونا خونه‌شون رو عوض کردن. تو چند وقت علی رو می‌شناسی؟ به نظر من در دوستی زمان مطرح نیست، تفاهم مطرحه. مثلا من و تو خیلی وقت نیست که با هم آشنا شدیم، ولی فکر می‌کنم تا حدودی به هم نزدیک شدیم. جدا اینطور فکر می‌کنی؟ مگه اینطور نیست؟ چرا؟ وقتی خواستید بیمار رو عمل کنید، باید تصمیم خون رو آزمایش کنید. لاله، اون بیمار حامله رو بستری کردی؟ نه، دارن خونش رو آزمایش میکنن. چند وقت پیش توی داروخانه گذاشتی؟ آه، شمایی؟ از اسمتون لاله هست. خب چطور شد که تلفن کردم؟ یعنی انتظار نداشتین تلفن کنم؟ چرا؟ ولی چند وقت بود تلفن نمیزدیم. فکر میکردم اونقدر احساس مسئولیت بکنین که اقلا با من تماس بگیر. چطور میدونستم؟ من هیچ چیز درباره‌تون نمیدونم، قیافه شما رو نمیشناسم، من حتی اسم شما رو تا الان نمیدونستم. تنها چیزی که روز بعد از این اتفاق یادم بود، نباید اون داروخانه بود که نمره تلفنم رو گذاشتم. وضع من ممکنه بدتر از اینام باشه. چند روزی بود حالت تهوع داشتم، میترسیدم پیش دکتر برم. بالاخره امروز رفتم برای تست. گوش کنین، اگه فکر کنین حامله این، من یه آشنا دارم میتونه تحتیل کارو باز میبرم. من نمیخوام کاری برام انجام بدی. گوش کن چی میگم، این اتفاقی یک افتاده، هر کسی تو زندگیش میتونه یه بار خطا کنه. منم وقتی این تلفن رو ندارم، اصلا برای چی به من تلفن کاری؟ فکر میکنی بیا؟ اگه میدونستم که این 5 تا بخره نمیمدم با تو مشورت. خیلی خوب، الان میبینی وارستنش تلفن میزنه. خونه از کردی؟ خودم هم میتونستم تلفن. خب پس چرا نزدی؟ اصلا این روزا چقدر دلیری میرسی؟ باز داری رول برادر بزرگتر رو بازی میکنی. رول نیست، احساسه. سلام. سلام. میل داری با هم نهار بخوریم؟ بعد از اون کلاس دارم. بیا بریم، بعدا میرسونمت. بیا. علی تلفن کرد گفت جمعه آینده با سیما میخوام برن اسکی. در ضمن گفت اگه لیلی رو دیدی موضوع رو بهش بگو. من باید برای امتحان درس بخونم. در ضمن من اسکی بلد نیستم. خب منم بلد نیستم. اینقدر زمین میخوریم تا بالاخره یاد میگیریم.
هر کاری یه خورده حس داد. البته بعد از 20 بار زمین خوردم. با مدتی تمرین فکر کنم دیگه راحت بتونی اسکی بزنی. خوش گذشت. مرسی. خدا حافظ. حال مامان خیلی بد شده. ننه رو فرستادم آمبولانس خبر کنه. علی زود باش دیگه بیا بودو بچه ها عجله کنید چی شده؟ حال مامان لیلی خیلی بد شده میخوام ببرنش بیمارستان میدونستم بالاخره این اتفاق میفته یاد بابام افتادم که تو بیمارستان فوت کردن اون موقع فقط 18 سالم بود تازه تو کنکور قبول شده بودم عجیبه درست مثل که همین دیروز بود علی میگفت پدرت یه نویسنده بود چند سالشون بود 52 سال خب دیگه باید خوشحال باشی عمل مامانت به خیر بزنش لیلی چی؟ میدونی تو این چند وقت که باهات آشنا شدم علاقه به خصوصی به تو پیدا کردم ببخشید وقتی ملاقات تموم شده خب دیگه من باید برم میخوای تلفنمو بدم اگه کاری چیزی داشتی یه زنگ به این بزنی نه مرسی کاری نیست اگه خواستی با هم تماس بگیری صحبت میبرسن باشه خداحافظ خداحافظ خالشون نگفت که برمیگرده تا یه ساعتی دیگه مثل اینکه حالت خوب نیست نمیدونم چه بهتره برم خونه راستی داریوش دو بار تلفن زد گمونم میخواست وقتی میاد اینجا تو هم باشی حالا که نیومده من رفتم ماما شاید هم میخواست بعدا تو رو برسونه خونه شما که همش برای خودتون داستان میسازی بله درست بله ببخشین آقا ممکن از تلفن تو اگه چند دقیقه صبر کنید حتما خب میگفتی نه مرسی آها نه دیگه
پس چرا لیلی نمیاد صابونشو بخوره؟ الان میاد. دیشب خیلی ناراحت بود. سلام. سلام. چه عجب بعد از چند وقت به ما سر زدی. من هر وقت دلم بخواد امروز که معلومه واسه چی اومده. خب معلومه. چایی میخوری؟ نه نه. مامان لیلی چطوره؟ بهتره. داره لباسشو میپوشه. دیشب خیلی حزین میگفت. چند مرتبه حالش به هم خورد. نمیدونم تفلکی چشم. طبیعیه که بعد از فوت پدرش عمل قلب مامانش شوک بزرگی براش بوده. به خصوص که خیلی هم احساساتی به نظر میاد. هیچ باور میکنین که من اولین دوست پسرشم؟ خب چیز مهمی نیست. مگه همه دخترها دوست پسر دارن؟ نه منظورم اینه که انقدر این دختر به کار و درسش علاقه‌منده که هیچ کس نتونسته تو زندگیش وارد بشه. ببینم حالا خیالاتی داری؟ خجالت نکش از من و مادرت که رو درواسی نداری. ممکنه. سلام. سلام لیلی جون. صبح بخیر. خیلی وقت منتظره. بفرمایید. بیا بشین. سلام. بشین صبحونتو بخور. حالت خوبه؟ آره بهتر. میبخشین از اینکه دیشب مزاحمتون شدم. اختیار دارین. اینجا منزل خودتونه. عوض شما باعث شدین که داریوش بعد از مدت‌ها به ما سر بزنه. در صورتی که آپارتمان اینجا دو قدمه. ما که به جز تعریف چیز دیگه راجع به شما نشد. متشکرم. ببخشید بالا تلفن هست من یه تلفن بکنم. بالا چرا؟ همینجا هست. اگه میخوای به بیمارستان تلفن بکنی من دیشب ترتیبش رو دادم. دیشب تلفن زدم به علی و سیما جریان ناراحتی تو رو گفتم. اونا اصرار داشتن که همون شبونه ببرمت خونه علی ولی مامان نذاشتن. حتما باید علی باشه. پس بیم ساعت 8 میاد دنبالت. ولی شما که چیزی نخوردید؟ نه مرسی من دیگه باید برم. میتونستین چاییتونو بخورید. متشکرم. باید برم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. ایشالله حالتون هر چیزو سر بزن. بازم به ما سر بزن. متشکرم. اگه قرار نبود از شرکت بهم تلفن بکنم خودم میبردم. فرق نمی کنه. حالا که علی اومده. آره خودشه. سلامت شو. سلام. سلام. لیلی رو میسپرم دست تو. باشه. خدا حافظ. خدا حافظ. دیشب داریوش به من و سیما تلفن کرد که حالت به هم خورده. من و سیما خواستیم بیایم دنبالت. ولی مامانش اصرار کرد که تو منزلشون از تو مواظبت کامل میکنه. خیلی محبت کرده. نقشه ها کاریم سمون باید ببریمش برای نمیزم. باشه. خدا حافظ. آسانسور شدم. رو به پایین که می اومدم حالم به هم خورد. استفراغ کردم چون مطمئن بودم که حاملم. رفتم لابراتوار رو تست دادم. تو که گفتی دو هفته پیش تست داده بودی؟ دفعه اول نتیجاش منفی بود. به این گفتن دو هفته بعد صبر کن. حالا فکر میکنی من چیکار میتونم بکنم؟ خودم هم نمیدونم. تو در این یه ماه دوبار به من تلفن کردی. وقتی هم اصرار کردم کمکت کنم قبول نکردی. حالا که کار از کار گذاشته تلفن میکنی. اصلا من نمیدونم تو چی بودم. تو دیگه از من حاملی؟ از کجا من؟ چه میدونم تو راست میگی؟ مسخره است. مادر پدر باشه ولی مادر بچه‌شو نشناسه. مگه من تو رو میشناسم؟ این تقصیر خودت. خیال میکنی من برای چی شماره تلفنمو بهت دادم؟ تو برای خاطر من این کارو نکردی. فکر ناراحتی وجدان خودت بودی. بازم که از وجدان حرف میزنی. خیلی خوب تو راست میگی. برای راحتی وجدانم میخوام که تو کوتاه شی. نه برای من این امکان نداره.
تو میگی من چیکار کنم؟ نمیدونم. میدونی چه؟ بهتر هم دیگر ببینیم و صحبت کنیم. کجا؟ نمیدونم. بیا رستوران چلسو. من تو خورده ایشتم منتظر. فردا ساعت 5. باشه. کیم اردارت قربان؟ تشه ببرین تایسا یه همبرگر با یه آبجو چشم ببینم به لیلی فکر میکردم خیلی نگران آیندهشم تو خیلی وقتی لیلی رو میشناسی نه؟ به نظر من دختر مرموزی میاد هرچند به نظر من بیشتر دختر رو مرموزم ولی خب تو بهتر میدونی آیا مرد دیگه هم تو زندگی لیلی هست؟ فکر میکنم دیری که نکردم نه به موقع اومدی سلام خانم سلام حالتون چطوره؟ الحمدلله خوبم بعد از عمل خیلی راحت شدم باور کنید 10 سال بود شب و روز نداشتم نمیدونید تو این مدت چه دردی میکشیدم به هر حال باید خدا رو شکر کرد هرچی بود به خیر گذشت خب بریم بفرمایید
مامان باور میکنی امشب علی بالاخره ازدواج میکنه؟ خب چطوریم با زحمت ما؟ اختیار دارین، چه زحمتی؟ چرا دیگه اون شب لیلی مزاحم پدر مادرتون شد؟ برحالیش مزاحمتی نبود. متشکرم، منم برای تو همین آرزو رو دارم. قربونت. چون میدونم که بالاخره تنهایی هم زیاد تعریفی نداره. اتفاقا می‌خواستم راجع به همین باهات صحبت کنم. ممکنه دو دقیقه بریم اون برتر؟ خواهش می‌کنم. من در خدمت. می‌دونی تو مثل برادر لیلی هستی. بنابراین من می‌خواستم این موضوع رو اول به تو گفته بشه. چون واقعا برام مهمه. خب چه موضوعی؟ می‌دونی من دارم وضع زندگیمو روشن می‌کنم و ممکنه در غیبت تو با لیلی راجع به ازدواج صحبت کنم. با لیلی؟ چون تو و سیما برای ماه عسل داره میریم به لحظه خواستم قبلا به تو خوب باشم. شما ها تو عروسی هم همدیگر رو ول نمی کنی؟ داریوش چند دقیقه رول داماد بازی کن مردم میگم. باشه خواهش عزیز. داماد به خوشتیپی من دیده بودی ها؟ میدونی که من فردا دارم میرم لنده و خیلی متاسفم که تو این وضع دارم تنهات میذارم، ولی احساس میکنم که تو میخوای مشکل تو خودت حل کنی. این سعیو کردم ولی نتونستم. قرار گذاشتیم همدیگر رو ببینیم اما اون نیومد. تازه اگه میومد چیکار میتونست بکنه؟ این ماجرایی که تموم شده، اون کاری نمیتونه بکنه. اصلا چرا بهش تلفن بکنه؟ تو نمیتونی بفهمی. من بیش از اونجا به این مشکلم فکر کنم کنجکاوم. میخوام بدونم این کیه که تو زندگی من اینقدر اثر گذاشته. شاید دیدنم تنفر زیادی ایجاد کنه.
ولی هنوزم میخوام ببینمش. برای چی میخوای ببینیش؟ به من بگو. بریم پایین، منتظرم. از مسافران محترم هواپیمایی ملی ایران، پرواز 748 به مقصد روم، شنوز لندن، علی اجاره کنید همه رفت برای تشریفات جمعیتی مراجعه فرمانید. لیلی جون دیگه خدافزی بگیم دیر شدی باید بگیم میدونم دوست داریم سی لطف جان Please proceed to the customs as soon as possible. خدا خدا توی این مدت خیلی برات درد سر درست کردم. یه موضوعی هست که قبل از اینکه شما بیاین تو بالکن فرودگاه وایساده بودم و هواپیماها رو تماشا میکردم. بعد داریوش رسید، تبریک عید گفت و این هدیه رو به من داد. بعدم به من پیشنهاد ازدواج کرد. این موضوع مهمیه که من تا حالا نمیتونستم بهت بگم. مسافران محترم هواپیمایی ملی ایران، پرواز 748 به مقصد روم جنوب لندن تقاضا می‌شود هر چند ساعت برای خدا. مواظب خودت باش. خدا نمیتونم بهت بگم. اگه من زنتم به من بگو شاید بتونم کمکت کنم. باید روش فکر کنم. شیشه ماشین تو تصادف شکسته؟ میدونی داریوش، من هیچ فکر نمی کردم صفاتی که در نظر من ایدئال بود در یه مرد پیدا کنم و به این زودی به اون نزدیک بشم. ولی در جواب سوال ازدواج باید بگم که من در حال حاضر با مشکلی روبرو هستم که تأثیر بدی در روحیه من گذاشته و تو باید به من وقت بدی. اگه احساس میکنی به من نزدیک شدی، برای چه هیچ وقت نشون نمیدی؟ چرا نمیخوای با زندگی من آشنا بشی؟ به خونه من بیایی، به من تلفن بکنی؟ چرا همیشه من باید به دنبال تو باشم؟ تو بیمارستان، دانشگاه، منزلت. میدونی، من احساس میکنم که تو هنوز در مورد بودن با من کاملا مطمئن نیستی و شایدم یه مرد دیگه ای تو زندگی هست. مردی که ازش متنفرم، مردی که اصلا برای من وجود نداره. همونطوری که بهت گفتم من مشکلی دارم که فکرمو سخت مشغول کرده، به طوری که حتی منو در رشته تحصیلیم که عاشقشم عقب انداخته. من به همون برنامه‌های چهار نفری اون عادت کردم و واقعا وقت بیشتری هم نداشتم که باهات تماس بگیرم و حتی به فکر این نیفتادم که شماره تلفن تو بدونم. ولی تو که شماره تلفن من داری؟ نه، همچی چیزی نیست. چرا داری؟ تو بیمارستان دیدم. کتابچه تو در بیار تا بهت نشون بدم. البته یادم هیچ اسم جلوش ننوشته بودیم. میدونم که این کار من یه فضولی محض بود، ولی ببین این آفشش. فکر نمی کردی نه؟
چطور ممکنه؟ بالاخره آدرسش رو پیدا کرد و به بهانه کار ساختمانی کیومر سراغش رو. لحظه سخت روبرو شدن با مردی که به عزیزترین کسم تجاوز کرده بود، ولی چاره‌ای نبود. من از اون مرد آدم وحشتناکی برای خودم ساخته بودم و برای تسویه حساب تصمیماتی گرفته بودم، ولی حرف لیلی که معتقد انتقام نتیجه‌ای نداره و فقط به خاطر تعصب شخصی، در من اثر عمیقی گذاشته بود. تو این از خودم خیلی کنترل کردم و با این مرد آشنا شدم. بعدشم بدون اینکه هیچ کدومشون موضوع رو بدونن و هم دیگر رو بشناسن، اونو به مهمونی تولد تو دعوت کردم، به امید اینکه نتیجه مثبتی از آشنایی اونا گرفته بشه. علی، بعد از این آشنایی لیلی بازم به اون تلفن میکرد؟ آره، یکی دو دن. یعنی تشخیص نمیداد صدای داریوش اون مرد شبیه؟ نمیدونم، ممکنه متوجه این شباهت شده باشی، ولی تو خودتو بذار جای لیلی، میتونی حتی به فکر این بیفتی که این دو نفر با هم مقایسه کنی؟ خب نه، من که خیلی در ظاهر خوبم ولی باطنشون خرابه نمیشه فهمید. در ضمن تمام سعی من این بود که لیلی با اون تلفنی زیاد تماس نگیره تا بتونه داریوشو بهتر بشناسه. حتی قراری با هم گذاشتم که من مانع شدم هم دیگر ببینم. چرا بعد از اینکه به هم نزدیک شدن جریان به لیلی نگفتی؟ من هنوزم نمیتونم بگم، چون این عشق مهمترین رابطه عاطفی لیلی با زندگی، سالها در انتظار رسیدن به مرد ایدئالش بوده. اگه بهش بگم ممکنه تا آخر عمر نسبت به عشق و دوست داشتن بدبین بشه. تو نمیتونی احساسی زن رو درک کنی، این حق لیلیه که بدون داریوش پدر بچه‌شه. حالا اگه نمیتونی به لیلی بگی، اقلا به داریوش بگو، بهش فرصت بده که عشقش رو ثابت کنه. حتما بعد از لندن بهش تلفن کنی و جریان رو بهش بگی. به نظر میاد که دیگه نمیخوای به این صحبت ادامه بدی. درسته، ولی اشتباه تو در اینجاست که خیال میکنی تو تنها کسی هستی که با مشکلات روبرو، در حالی که همه با مشکلات روبرو هستن. فقط باید سعی کنی راه حلش رو پیدا کنی. اجازه میدین نامه رو بخونم؟ شاید یک کمکی بشه. خواهش میکنم. عجیبه، برای چی رفته رامسر؟ از جشن عروسیتون برام مونده هنوز از یادم نرفته. چند روزی است که من در رامسر هستم. اومدم اینجا تا با خیال راحت فکر کنم، چون در غیبت تو
به حقیقتی پی بردم که با موقعیت من نمیدونم تلخه یا شیرینه، ولی به هر صورت حقیقتی است که من نمیتونم از اون فرار کنم. چی بگم؟ پدر بچه من کسی جز داریوش نیست و تو بهتر نگران وضع من نباشی. این زندگی و آینده من و باید قبل از برخورد با داریوش تصمیممو بگیرم. به سیما از قول من سلام برسون و بهش بگو قولش یادش نره. در ضمن بهتره تا موقعی که تفاهم کامل پیدا نکردیم دست به کار بچه نشی. به امید دیدار در تهران. قند کجا داری؟ اینقدر فکر نکن، بچه که نیست، حتما دلیلی داشته این کارو کرده. با لندن؟ الو؟ الو؟ داریوش، من علیم. آه، تویی؟ برای چی تلفن کردی؟ گوش کن، موضوع مهمیه. خب، بگو ببینم ماه اسفند چطوره؟ بهت خوش میگذره؟ جای منم خالیه. بگو ببینم، با لیلی صحبت کردی؟ آره، ولی بعدن عصبانی شد و حالم که چند روز گذشته رفته رامسر. رامسر؟ گوش کن، پسر، قبل از اینکه لیلی کاری دست خودش بده خودتو بهش برسون. من نمیفهمم منظورت چیه. فعلا لحظه ها رو از دست نده. تو پدر بچه‌ش هستی و لیلی همون لاره است که به تلفن میکرد. چی میگی؟ سخت‌ترین کار رو خودشناسی، چون واقعا ما میترسیم شخصیت واقعی خودمون رو بشناسیم. من نمیخوام کاری برام انجام بدی. من کیلو موزی ندارم، ولی فکر کردم اینقدر احساس مسئولیت بکنی که اولا با من تماس بگیری. خیلی خوب داریوش، فعلا این انگشت رو ازت قبول میکنم. میدونی که دوستت دارم و همیشه صفات خوب تو رو شبیه پدرم دونستم، ولی یادت باشه ازدواج غیر از عشق مسئولیت بزرگی. از مسافرین محترم پرواز شماره 120 به مقصد کراچی، نیوجرسی، بانکوک، هنگ کنگ، نوادا. Thank you.
میدونی این اتفاق باعث شد که ما هر دو خودمون رو بهتر بشناسیم.